به نام خدا و با عرض درود خدمت دانشجویان گرامی، آرزو دارم که از صحت و عافیت کامل برخوردار باشید. دانشجویان گرامی، ما و شما در هفته چهارم درسی حقوق اساسی، البته حقوق اساسی یک، قرار داریم و سه هفته از درس این مضمون را به خدمت شما خوبان قرار دادم. آرزو دارم که مطالعه کرده باشین، گوش گرفته باشین و مورد فهم شما قرار گرفته باشد. ما در هفته گذشته یا هفته سوم بحث در ارتباط با قانون اساسی داشتیم و مباحثی او هفته بیشتر در ارتباط با پیشینه تاریخی قانون اساسی بود، اینکه قانون اساسی از کجا شروع می شود و چه تاریخچه و گهواره‌ای برای قانون اساسی می توانیم عنوان بکنیم، و همچنان در ارتباط با رابطه‌ای که بین قانون اساسی و حقوق اساسی وجود دارد بحث کردیم، اینکه چه مفاهیم و موضوعاتی شامل حقوق اساسی می شود و آیا همه اینها در قانون اساسی هم وجود دارد یا خیر، یعنی اینکه منابع حقوق اساسی فراتر از قانون اساسی است، و در نهایت روی انواع قانون اساسی بحث کردیم، اینکه چند نوع قانون اساسی وجود دارد و تمام آنها را با تفصیل مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم. باز هم در هفته چهارم ما روی فصل دوم کتاب همچنان بحث قانون اساسی بحث میکنیم. در ادامه مباحثی که در هفته سوم داشتیم، میخواییم ختمی فصل دوم را باز هم روی قانون اساسی تکمیل کنیم. فرستی مطالب هفته چهارم به صورت عموم به سه مبحث تقسیم می شود. در مبحث اول بحثی تدوین و تصویب قانون اساسی است. در مبحث دوم طرق تجدید نظر در قانون اساسی، و بالاخره در مبحث سوم مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی است. در مبحث اول ما می فهمیم و یاد می گیریم که چگونه یک قانون اساسی در کشور تصویب و مرحله نهایی می رسد، چه روندها و چه روشهایی برای تصویب قانون اساسی وجود دارد، روشی دموکراتیک در تصویب قانون اساسی چگونه است و روشی غیر دموکراتیک در تصویب قانون اساسی چگونه پیش می رود. در مبحث دومی طرق تجدید نظر در قانون اساسی به بحث گرفته می شود، از آن جایی که جوامع در حال تغییر و دگرگونی است، وضعیت به حالتی است اولی هیچ گاهی باقی نمیماند، بناهن تمام جوامع و همه دولت ها و حکومت ها نیاز دارند تا با شرایطی که در جامعه شکل میگیرد و ایجاد میشود قوانین و مقررات خود تنظیم بکنند. به همین خاطر بود که ما و شما در اولین باری که کلمه حقوق یا رشته حقوق تعریف کردیم، گفتیم حقوق باید از مجموع قواعد اجتماعی است. یعنی وقتی میگیم قواعد اجتماعی است، به این معنا که وابسته به اجتماع است، یعنی هر اجتماعی از خود قوانین و مقررات خاصی خود میخواهد. پس بنابراین اگر جامعه تغییر میکند، در وضعیت و شرایط جامعه تغییراتی به وجود میاد، ما مکلف هستیم که در قوانینی که قبلا وضع کرده بودیم تجدید نظر کنیم، تا اینکه قوانین در مطابقت به جامعه شکل بگیرد و بتوانیم به اهداف و نیازمندی‌های خود برسیم. و بالاخره در مبحث سومی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی بحث می‌شود. تمام قوانین عادی که در داخل جامعه وجود دارد همه باید در مطابقت با قانون اساسی باشد. هیچ قانونی را شما نمی‌تونید در داخل جامعه داشته باشین که مطابقت با قانون اساسی نداشته باشد. و برای اینکه تمام قوانین و مقرراتی که در داخل جامعه وضع می‌شود مطابق با قانون اساسی باشد، دولت‌ها، کشورها شرایط، وضعیت و نهادهایی را ایجاد می‌کنند تا بتوانند این مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی را تطبیق کنند. خب، در مبحث اول تدوین و تصویب قانون اساسی بیشتر به بحث می‌گیریم. برای اینکه یک قانون اساسی در داخل یک کشور به مرحله تصویب برسد،
ما در اینجا دو شیوه را مطرح کردیم. یکی این که شیوه غیر دموکراتیک در تصویب قانون اساسی. به شیوه غیر دموکراتیک چگونه یک قانون اساسی تصویب، تدوین و نهایتا تصویب می شود و مرحله اجرا گذاشته می شود. شیوه غیر دموکراتیک یعنی شیوه غیر مردم سالاری، یعنی مردم و عامی جامعه در آن نقش نداشته باشند. همون رو میگیم شیوه غیر دموکراتیک. شیوه غیر دموکراتیک آن است که بدون اراده و خواست مردم و یا بدون مداخله مردم قانون اساسی از طرف زمامدار وضع تصویب و ملت اعطا میگردد. یعنی بدون این که نظر و دیدگاه مردم را در مواد و مفاد قانون اساسی دولت و حکومت بگیره، خودش قانون اساسی را وضع میکنه، تصویب میکنه. پس به همین لحاظ میگن این شیوه شیوهی غیر دموکراتیک است. غیر دموکراتیک است به این خاطر که مردم در ساختن و تصویب و تدوین و تصویب قانون اساسی نقش ندارند. زمامدار و حاکم خودش قانون اساسی را وضع میکنه، تصویب میکنه و مرحله نهایی میرسونه و همین قانونی که بدون خواست مردم و بدون اراده مردم وضع و تصویب کرده بالای مردم تطبیق میکنه. به همین لحاظ میگیم این قانون قانون غیر دموکراتیک است. شیوه و روشی تصویب این قانون هم غیر دموکراتیک بوده، به این دلیل که مردم در وضع و تصویب این قانون نقش نداشت. به همین خاطر این نوعی از قانون اساسی را میگن قانون اساسی عطایی یا بخششی. یعنی به این معنا که زماندار یا حاکم یک نوع قانون را برای جامعه بخشش کرده باشد، یعنی از خودش ساخته باشه و بعد بیاره داخل جامعه او را تطبیق بکنه. قانون اساسی سال 1923 مصر و قانون اساسی سال 1931 حبشه از جمله قوانینی عطایی می باشد. یعنی به این معنا که این قوانین در سال 1923 و 1931 قوانینی نبودند که بر روش دموکراتیک وضع شدند. قوانینی هستند که به شیوه غیر دموکراتیک وضع شدند و دیدگاه ها و نظریات مردم در مفاد و مواد قانون اساسی اصلا در نظر گرفته نشده. در قوانینی که به شیوه غیر دموکراتیک وضع می شوند، از اونجایی که دیدگاه ها و نظریات مردم گرفته نمی شود، ممکن است که منافی اولیای جامعه و منافی که عام مردم فکر می کنند باید در نظر گرفته شود ممکن است در قوانین نباشد. به این لحاظ خیلی از کشورها تلاش می کنند که قوانین اساسی خود را به شیوه غیر دموکراتیک وضع و تصویب نکنند، بلکه شیوه دموکراتیک را در نظر بگیرند. خاطر اینکه در شیوه دموکراتیک دیدگاه کل مردم و ملت با خود دارند و اون قانون واقعا نسبت به این شیوه غیر دموکراتیک جامعی تر هم هست و منافی کلی ملت و جامعه را هم در بر می گیرد. اما نوعی دیگر از تصویب قانون اساسی که باز هم در مبحث اول آمده، شیوه دموکراتیک در تصویب قانون اساسی است. ما اول شیوه غیر دموکراتیک گفتیم. شیوه غیر دموکراتیک شیوهی بود که مردم در ساخت قانون اساسی نقش نداشتند. اما در شیوه دموکراتیک مردم نقش اساسی را دارند در وضع و تصویب قانون اساسی. شیوه دموکراتیک را به نام روش قراردادی نیز یاد میکنند که محصولی توافق متقابل زمامدار و مردم در مورد وضع قانون اساسی می باشد. یعنی در شیوه دموکراتیک زمامداران و حاکمان و فرمانروایان با مردم توافق می کنند که چگونه یک قانون را ما برای این کشور و ملت خود داشته باشیم و این توافقی جامعه یعنی مردم و زمامدار است که در نهایت باعث می شود قانون اساسی شکل بگیرد و به وجود بیاد، که این نوعی از قانون اساسی رو میگن قانون اساسی دموکراتیک.
این خاطر دموکراتیک میگن که دیدگاه و نظریات مردم در وضع و تصویب قانون اساسی در نظر گرفته شده و مورد احترام قرار گرفته است. شیوه دموکراتیک در تصویب قانون اساسی به روش های متفاوت صورت میگیرد که در زیر ما سه روشی که یا سه حالتی که قانون اساسی به شیوه دموکراتیک وضع می شود آوردیم. نخست، وضع و تصویب قانون اساسی به وسیله مجلس مؤسسان. در این حالت مردم نماینده های خود انتخاب می کنند و مجلس مؤسسان شکل می گیرد. بعد این مجلس مؤسسان قانون اساسی را به نمایندگی از مردم وضع می کنند. نماینده هایی که در این مجلس وجود دارد نمایندگی از کل ملت و جامعه می کند. هر دیدگاه و نظری که ایشان در وضع و تصویب قانون اساسی دارند نمایندگی از دیدگاه عام جامعه می کند. پس روش دموکراتیک است، چرا که دیدگاه و نظریات مردم در نظر گرفته می شود، احترام گذاشته می شود. به گونه ای نیست که فقط زمامدار خودش بیاید قانون رو وضع بکنه و دیدگاه و نظر هیچ فرد دیگه رو داخل جامعه نگیره. در این حالت مردم نماینده های خود انتخاب میکنن و مجلس مؤسسان شکل میگیره. پس مجلس مؤسسان تصمیم گیرنده نهایی است و قانون اساسی رو وضع میکنه و این مجلس نمایندگی از تمام جامعه میکنه. پس به این لحاظ میگیم این شیوه هم شیوه ای دموکراتیک است در فضای قانون اساسی و مردم نقش دارند در مفاد و مواد قانون اساسی. اما حالت دیگر در شیوه دموکراتیک وضع و تصویب قانون اساسی از طریق رفراندوم است. رفراندوم یعنی همپرسی، نظرخواهی از کل افراد جامعه و از کل اتباع. در این حالت مواد و مفادی کلی و اساسی قانون اساسی به همه پرسی گذاشته می شود و دیدگاه و نظریات تمام اتباع جامعه را می گیرند و در این وضعیت بیشترین نقش مردم در وضع و تصویب قانون اساسی رعایت می شود و در نظر گرفته می شود. اینکه مردم کدام یک از مفاد و مواد قانون اساسی را در همه پرسی تایید می کنند و اینکه کدام آنها را رد می کنند بعد می شود مرحله نهایی قانون اساسی. مواد و مفادی را که در همه پرسی مردم با آن موافق نباشند و رد کنند در مرحله نهایی قانون اساسی اون مواد و مفاد گنجانده نمی شود و هر مواد و مفادی را که عام مردم و تمام افراد جامعه که از آنها رفراندوم صورت گرفته تایید بکنند آنها شامل مواد قانون اساسی می شود و برای همیشه در جامعه قابل تطبیق است تا زمانی که دوباره مورد تجدید نظر و تعدیل قرار نگیرد. و روشی سومی از شیوه های دموکراتیک و وضع و تصویب قانونی اساسی با روش تلفیقی است. روش تلفیقی از کدام دو روش؟ روش تلفیقی از روش رفراندوم و مجلس مؤسسان. یعنی در این روشی سومی هم مجلس شکل میگیرد به وجود میآید و هم از طریق رفراندوم نظریات و دیدگاه های مردم را هم بیشتر میگیرند. گرچه مجلس مؤسسان باعث میشود که نمایندگی از مردم داشته باشد، اما در روش تلفیقی همین مجلسی که ایجاد شده و مواد قانونی اساسی را وضع کرده یک رفراندوم و همه پرسی و نظرخواهی از آن جامعه هم میگیرند که در نهایت مفاد و موادی که مورد تایید قرار بگیرد در متن نهایی قانون اساسی گنجانده می شود. هر کدام از این روش ها را می توانیم شیوه دموکراتیک در تصویب قانون اساسی عنوان بکنیم. مطمئناً شیوه دموکراتیک نسبت به شیوه غیر دموکراتیک مؤثریت بیشتری را در جامعه دارد، زیرا قوانین و اساسی دیدگاه های عام جامعه وضع می شود و این حالت می تواند تمام منافع جامعه و تمام وضعیتی را که در گوشه و کنار کشور وجود دارد مورد پوشش قرار داده و منافع همه تأمین شود. اما در مبحث دوم می خواهیم طرق تجدید نظر در قانون اساسی را به بحث بگیریم.
یعنی اگر لازم شد که ما قانون در قانون اساسی که وضع کرده ایم، حالا به چی به شیوه دموکراتیک یا غیر دموکراتیک که معمولا شیوه دموکراتیک در اینجا مطرحی بحث است، چگونه می توانیم در قانون اساسی تجدید نظر بکنیم؟ یکی از اوصاف قوانین اساسی، ببخشید که اینجا کلمه جمع آمده، قانون اساسی مدر و قابل دوام مطابقت آن با اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. یعنی قانون اساسی مدرن مفیدیت و خوبی اینه که خود با اوضاع و وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه مطابقت میده و در مطابق با وضعیت جامعه عیار میشه. برای اینکه قانون اساسی پاپای تحولات قدم بگذارد و تطبیق آن در جامعه مفید و ثمر بخش باشد، بعضن به تجدید نظر ضرورت پیدا می‌کند. ببینیم دوستا، ما برای اینکه قانون اساسی تطبیق آن و اجرای آن در داخل جامعه مفید باشد و بتوانیم از تطبیق قانون اساسی برای اهداف خود بیشتر استفاده بکنیم و جامعه در به انکشاف و توسعه دست پیدا بکند، ما بعضن و گاهن نیاز داریم که در قانون اساسی تجدید نظر بکنیم، بعضی از مواد قانون اساسی را تعدیل بکنیم و تغییرات بیاوریم در آن. ما ممکن است بعضی موارد را بتوانیم در زمانی که قانون اساسی را وضع میکنیم پیش بینی بکنیم که این موارد باید در نظر گرفته شود، اما بعضی از موارد در زمانی وضع و تصویب قانون اساسی قابل پیش بینی نیست. با گذشت زمان ما متوجه می شویم که این مواد و یا بعضی از مواد دیگر باید در آنها تغییرات به وجود بیاید. پس ما گاهن نیاز به تجدید نظر در مواد قانون اساسی داریم. طرزی تجدید نظر و قانون اساسی معمولا در خود قانون اساسی گنجانده می شود. اینکه ما چگونه می توانیم در قانون اساسی تجدید نظر بکنیم، قانون اساسی را تغییر بدیم، معمولا در خود مواد قانون اساسی طرز تجدید نظر نیز گنجانیده می شود و برای ما قابل فهم است که روشی که ما می توانیم این قانون اساسی را تغییرات در آن بیاریم و تجدید نظر بکنیم، در داخل خود قانون مشخص می شه که چه کمیته ای و چه روش و چه شیوه ای شما می توانین در مواد قانون اساسی تجدید نظر بکنین و تعدیلات و تغییرات را در آن ایجاد بکنین. که در ادامه مبحث دوم، طرق تجدید نظر، ما روش هایی که در تجدید نظر قانون اساسی مطرحی بحث است آوردیم، اینجا مورد تحلیل قرار میدیم. از جمله روش های تجدید نظر در قانون اساسی، نخست تجدید نظر توسط پارلمان است. این یکی از روش های و متد هایی که برای تجدید نظر در قانون اساسی قرار می گیرد، قانون اساسی توسط پارلمان تجدید نظر می شود. حالا که ممکن است در داخل خود مواد قانون اساسی هم این اگر قرار است توسط پارلمان تجدید نظر شود، در داخل مواد قانون اساسی تذکر داده می شود. مطلب که هر زمانی شما خواسته باشین در قانون اساسی تجدید نظر بکنین، باید پارلمان این کار انجام بده. پس یکی از روش ها تجدید نظر توسط پارلمان است. پارلمان که نماینده های مردم در آنجا حضور دارند و بیشتر نقش در تصویب سایر قوانین دارند، زمانی که در قانون اساسی هم بخواهند تغییرات بیارند و تجدید نظر بکنند، صلاحیت تجدید نظر در یکی از روش ها یا طرق به پارلمان داده شده و سپرده شده است. پارلمان و نماینده های مردم می توانند این تغییرات در قانون اساسی بیارند. روش دیگر یا روش دومی، تجدید نظر توسط مجلسی که به همین منظور انتخاب می‌گردد. یک روش دیگه برای تجدید نظر قانون اساسی روشی است که نه پارلمان یا نماینده‌های مردم، بلکه نماینده‌های دیگری یا مجلس دیگری مشخصاً انتخاب می‌شود که همین مجلس صلاحیت تجدید نظر در مواد قانون اساسی را دارد یا می‌توانند قانون اساسی را تغییر بدن و در آن تغییراتی برن. مثلی که در وضع ما ذکر کردیم که یک مجلس مؤسسان شکل میگیره، یعنی مجلسی به وجود میایه و ایجاد میشه، شکل میگیره که قانون اساسی را ایجاد بکنن، وضع بکنن و تصویب بکنن. در بحث تجدید نظر هم همین قسم یک مجلس خاصی و مجلس مشخصی شکل میگیره و همین مجلس صلاحیت تجدید نظر در قانون اساسی را داره. و
در نهایت سومین روش یا روش سومی در تجدید نظر قانون اساسی از طریق رفراندوم صورت میگیرد. زمانی که حکومت یا دولت تصمیم میگیرد که یک ماده از قانون اساسی را در آن تعدیلات و تغییرات بیاورد، اون تغییراتی را که لازم میبیند در ماده آورده شود به رفراندوم یا همفرسی میگذارد، بعد دیدگاه و نظریات مردم را میگیره و اتباعی جامعه را میگیره که چه تغییراتی نیاز است که در قانون باید آورده شود و در مطابقت با دیدگاه ها، آرا و نظریات مردم در اون قانون تغییرات به وجود میاد و شکل میگیرد که این حالت میگم تجدید نظر از طریق رفراندوم. پس به صورت عموم ما تجدید نظر در قانون اساسی را یا میتوانیم توسط پارلمان انجام بدیم یا توسط مجلس خاصی که به همین منظور انتخاب میگردد و ایجاد میشود و یا هم از طریق رفراندوم صورت بگیرد. هر کدام از این طریق ها در کشورهای متفاوتی تطبیق میشود، اما باید به یاد داشته باشید که روش و طرز تجدید نظر در قانون اساسی صورت عموم در خود قانون اساسی گنجانیده می شود و درج می شود که چگونه می توانیم در قانون اساسی تغییرات بیاوریم. و در مبحث سوم مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی را بحث می گیریم. ما در جلسات اول در بحث منابع قانون اساسی، منابع حقوق اساسی مطرح کردیم که یکی از منابع خیلی مهمی حقوق اساسی قانون اساسی است و تمام قوانینی که در داخل جامعه وضع می شوند و شکل می گیرند با قانون اساسی باید مطابقت داشته باشند و منبع کلی و اساسیشان قانون اساسی می باشد. روی همین ملحوظ باید قوانین عادی همه با قانون اساسی مطابقت داشته باشند. منبع الهام در تدوین و وضع قوانین قانون اساسی می باشد. یعنی این جمله ای معنا را می ده که هر قانونی را که شما در داخل جامعه می خواهید وضع بکنین منبع برمی گردد با قانون اساسی. یعنی به این معنا که شما هرگز نمی توانین قانون را وضع بکنین که مطابقت با قانون اساسی نداشته باشد. به همین ملحوظ قوانین عادی باید در مطابقت به قانون اساسی و احترام به روحیه قانون اساسی باشد. ما در وضع قوانین عادی احترام به قانون اساسی را باید حتما رعایت بکنیم. یعنی اگر قانون را وضع کردیم که مطابقت به قانون اساسی نداشت، اصلا او تصویب نمی‌شود و در جامعه هم روی هیچ صورتی قابل اجرا نیست. فوقیت قانون اساسی نسبت به قوانین عادی ایجاب میکند تا در عمل تضمیناتی به خاطر حفظ این فوقیت وجود داشته باشد. ببین، همواره قانون اساسی بر قوانین عادی فوقیت دارد. چون گفتیم قانون اساسی قانون مادر است و مافوق همه قوانین موجود در داخل کشور قرار دارد. پس این فوقیت باید حفظ شود و در عمل تطبیق شود. به خاطر این که ما بتوانیم فوقیت قانون اساسی را نسبت به سایر قوانین حفظ کنیم و این روند همیشه رعایت شود و اجرا شود، باید ما تضمیناتی را داشته باشیم که این تضمینات تلاش بکنند و کوشش بکنند تا فوقیت قانون اساسی را حفظ بکنند. اگر تضمیناتی وجود نداشته باشد، گاهی ممکن است در داخل جامعه قوانینی وضع بشود که در مطابقت با قانون اساسی هم نباشد و فوقیت قانون اساسی را هم در نظر نگرفته باشد. روی این اساس باید تضمیناتی برای حفظ فوقیت قانون اساسی شکل بگیرد و در نظر گرفته شود. و در مبحث سومی یا آخرین مبحث می خواهیم که مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی را که چگونه از چه روش های ما می توانیم این مطابقت یا این فوقیت قانون اساسی را با قوانین عادی حفظ بکنیم مورد بحث قرار دادیم. یعنی ما میگیم همواره قوانین عادی باید در مطابقت به قوانین اساسی شکل بگیرن. برای این که هیچ
قانون عادی در داخل جامعه شکل نگیرد که خلاف قانون اساسی باشد، معمولا کشورها روشهایی را برای کنترل این وضعیت در نظر گرفتند و رعایت میکنند. که در اینجا دو روش مطرح شده، یکی روش کنترل سیاسی و دیگر روش کنترل قضایی. یعنی در بعضی کشورها جلوگیری از مخالف بودن قوانین عادی با قانون اساسی در روش یا کنترل سیاسی مطرح می شود و حفظ می شود، و در بعضی جاها هم به اساس کنترل قضایی. روش کنترل سیاسی چی است؟ یعنی در روش کنترل سیاسی چگونه ما مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی را رعایت می کنیم و کنترل می کنیم؟ این روش بیشتر در کشورهای مورد استعمال قرار میگیرد که در آن پارلمان به حیث مذهب اراده ملت و مسئله حاکمیت ملی پنداشته میشود. و کشورهایی که پارلمان خیلی نقش دارد و پارلمان نقش گسترده را دارد، در او کشورها بیشتر از روش کنترل سیاسی در بحث مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی در نظر گرفته میشود. در این حالت هنگامی که پیشنهاد قانون برای تصویب به پارلمان فرستاده می شود، اگر با قانون اساسی مطابقت نداشته باشد، مستقیما و بدون رأی گیری از طرف رئیس پارلمان رد می شود. در روش کنترل سیاسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، پارلمان بیشتر تصمیم گیرنده و در کشورهایی هم بیشتر این روش رعایت می شود و مورد استفاده قرار میگیرد که پارلمان در آنجا خیلی نقش دارد و نقش کلیدی را اجرا میکند. این روش به گونه ای که زمانی که اگر قانون در پارلمان پیشنهاد میشه برای تصویب، چون کشورهایی که پارلمان نقش کلیدی و اساسی دارند، وضع و تصویب قانون اساسی بیشتر از مجرای پارلمان صورت میگیرد. پس زمانی که متنی یا مسوده ای به پارلمان برای تصویب قانون پیشنهاد میشود، نخستین کاری که پیش از رأی‌گیری رئیس پارلمان تا انجام می‌دهد اینه که متن پیشنهاد شده برای تصویب قانون اساسی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. اگر این متن در مطابقت با قانون اساسی بود، به رأی‌گیری می‌گذارند. اگر مطابقت با قانون اساسی نداشت و مخالف قانون اساسی بود، بدون اینکه در پارلمان و توسط نماینده‌های پارلمان رأی‌گیری شود، رد میکنه. میگیم این متن اصلا با قانون اساسی مطابقت نداره. پس زمانی که با قانون اساسی مطابقت نداشته باشد، ما نمیتوانیم که اینا با رأی گیری بگیریم و بعد دیدگاه‌های اعضای پارلمان داشته باشیم که آیا این قانون تایید میکنن یا رد میکنن. اصلا نیاز به رأی گیری نیست. پس به این لحاظ مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی در بعضی از کشورها به لحاظ روش کنترل سیاسی صورت میگیرد که پارلمان وظیفه اساسی و کلیدی را در کنترل این وضعیت دارد و نمیماند که در کشور قانونی وضع شود که در مخالفت با قانون اساسی باشد و مطابقت با قانون اساسی نداشته باشد. اما روش دیگر روش کنترل قضایی است. در این روش مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی توسط محکمه خاص و یا سایر محاکم مورد بررسی قرار میگیرد. در روش قضایی روش سیاسی مطرح نیست، پارلمان خیلی مطرح نیست، محکمه خاصی شکل میگیرد در بعضی کشورها و ایجاد میشود و همین محکمه خاص است که تصمیم میگیرد که آیا این قانون در داخل جامعه و وضع و تصویب شود یا خیر. و این محکمه تصمیم گیرنده است که این قانون با قانون اساسی مطابقت دارد یا ندارد. اگر محکمه خاصی که برای تایید و رد قوانین عادی مطابقت یا عدم مطابقت یا با قانون اساسی نشان میده، این محکمه رد کرد، قانون اساسی وضع نمی شود. اگر محکمه تایید کرد، قانون اساسی وضع می شود، چون مطابقت را همین محکمه بررسی و تشخیص میده. اما در بعضی از کشورها محکمه خاص شکل نمی گیرد، بلکه سایر محاکم تصمیم می گیرند که قانونی که قرار است وضع شود آیا مطابقت با قوانین اساسی را دارد یا خیر، و نیاز به محکمه خاص نیست، سایر محاکم می توانند تصمیم را بگیرند. پس به صورت کل برای اینکه هیچ قاعده و قانونی در داخل کشور وضع نشود که مخالفت با قانون اساسی داشته باشد، معمولا کشورها روش های کنترل این وضعیت را ایجاد می کنند. این روش های کنترل می تواند
به حالت سیاسی باشد، یعنی روش سیاسی، و یا میتوند به روش قضایی باشد که در روش سیاسی پارلمان تصمیم گیرنده نهایی است، این روش را کنترل میکند، این وضعیت را، و اما در روش قضایی محاکم کنترل میکند که میتواند یک محکمه خاص باشد و یا سایر محاکم. درس هفته ما تا همینجا به پایان میرسد. تا هفته بعدی شما را به الله منان و بینیاز میسپارم.